سلام بر شما به این بخش خبری خوش آمدید. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است جمهوری اسلامی آماده جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل است. آقای فیروزآبادی به خبرگزاری فارس گفت برای این نبرد سالهاست که برنامه ریزی کردیم، رزمایش های مختلف انجام داده ایم و نیروهایمان نیز آماده هستند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است اگر جنگی علیه کشور رخ دهد ده میدانی برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت و خودشان همین موضوع را میدانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 35 سالگرد انقلاب اسلامی اقتدار دفاعی نیروهای مسلح و آمادگی همه جانبه سپاه و بسیج برای مقابله قاطعانه با هر گونه تهدید را پشتبانه محکم برای پیشبرد اهداف و آرمانهای انقلاب در عرصه مذاکرات هسته‌ای توصیف کرد. انتقاد مقام های ایرانی در روزهای اخیر از این اصطلاح مقام های آمریکایی که همه گزینه ها در برابر ایران روی میز است شدت گرفته است. روز گذشته و در جریان تظاهرات 22 بهمن برخی از اصلاح طلبان بازداشت شدند که برای این افراد پرونده تشکیل شد و آنان باید امروز چهارشنبه خود را به پلیس امنیت ملی معرفی کنند. بر اساس گزارش مرکز دموکراسی برای ایران افراد دستگیر شده شعار نمیدادند و تنها پسترهای هاشمی به همراه روحانی را پخش می کردند. بر این اساس بعد از بازجویی های اولیه که شامل گرفتن مشخصات بوده دستگیر شدگان توسط بازپرس اوین تفهیم اتهام شدند برخی آزاد شده و بازداشتی های زن به وزرا منتقل شدند این گزارش حاکی است که دستگیر شدگان کارت مل... از دستگیر کارت ملی میخواستند برخی بازداشت ها میگویند حرفهای بین مسئولین حاکی از فشار بالا برای آزاد کردن آنها بوده است. دستگیر شدگان افرادی با لباس شخصی و نیروی پلیس امنیت بودند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته من به مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک امید ندارم چرا که آمریکایی ها باز و خائن هستند و نمیتوان به آنها اعتماد کرد. حرفی میزنند و کار دیگری میکنند. و از این رو به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند دبیر شورای نگهبان اضافه کرد البته نیروهای ما حضور پیدا می کنند و چاره هم نیست اما معتقدیم آنها اگر گره روی گره نزنند گره هم باز نمی کنند محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر علی خامنه ای با حمله به وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت وی شبیه اسکلت است محمدی گلپایگانی افسود این خانم آمریکایی باید بداند که ملت در جنگ امان از صدام بریدند و ای افسوده به این پیرزن آمریکایی باید بگویم آرزو کن و آرزو بر جوانان عیب نیست جب آرامی که در ایران وجود دارد در موقع ضرورت ملت تفنگ به دست میگیرد و در برابر زیاد خواهی ها می استد. محمدی گلپایگانی در پایان هم گفت ما طالب جنگ نیستیم اما اگر روزی لازم شود آن عرصه های تاریخی تکرار شود کافی است مقام معظم رهبری لبتر کنند وزارت امور خارجه ایران هر گونه اظهار نظر درباره طولانی بودن زمانبندی لغو تحریمها را تکذیب کرد چند روز قبل محمود نبویان یکی از نمایندگان محافظه کار تهران در مجلس گفته بود غربی ها به ما وعده داده بودند که 90 درصد تحریم های نفتی و بانکی باقی مانده و قطنامه شورای امنیت را بعد از 20 سال برمیداریم مرزیه افغان در واکنش به گفته یک نماینده مجلس مبنی بر حذف 90 درصد تحریم ها پس از 20 سال از سوی غربی ها گفته است اخبار و اظهار نظرها در خصوص دوره زمانی و تعیین زمان بندی تحریم ها همه گمان زنی بوده و به هیچ وجه صحیح نیست و تایید نمی شود خانم افغم گفته است راه حل نهایی و جدول زمانی برداشت شدن کامل تحریم ها از موضوع های مورد مذاکره در دوره آتی گفتگو هاست. به گفت وزارت خارجه ایران سراحتا زمانبندی 20 ساله برای لغو تحریم های قرب علیه ایران را رد می کند و آن را اشتباه می داند. محمود نبویان نماینده محافظه کار تهران در مجلس پیشتر به خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه گفته بود تحریم ها بعد از 20 سال لغو خواهد شد. او این اظهارات را به نقل از عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته در نشست محرمانه کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرده بود نبویان گفته بود در گام نهایی توافقنامه آمده است تحریم ها در طولانی مدت برداشته می شود که عراقچی مدت آن را 20 سال گفته آن هم یک چهارم از کل تحریم ها در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران علی سعیدی نماینده علی خامنهای در سپاه گفته است آیت الله خامنه ای اجازه حل دیپلماتیک پرونده هسته ای را صادر کرد به همچنین گفته است نگرانی هایی درباره اظهار نظرهای فراتر از مذاکرات هسته ای در نظام وجود دارد سعیدی با بیان اینکه باید در مذاکرات هسته ای مستحکم بود گفته است نگران هستیم زیرا برخی سخنانی فراتر از مذاکرات بر زبان می آورند. سخنان وی به اظهار نظر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اشاره دارد که گفته بود آمریکا می تواند با یک بمب همه تاسیسات هسته ایران را نابود کند محافظه‌کاران تندرو معتقدند دشمن از اظهارات آقای ظریف و برخی دیگر از مواضع دولت روحانی سوء استفاده کرده و تهدیدها علیه جمهوری اسلامی را افزایش داده است در همین راستا آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نیز در اظهار نظری گفته است نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی محکم باشند و سستی به خود راه ندهند سعید جلیلی نیز دیروز و در سخنرانی مراسم 22 بهمن در کرج گفته بود انرژی ای برای ایران عامل پیشرفت و تحقق بقای انقلاب است از زمان توافق ایران و گروه پنج به علاوه یک تعداد تذکر، اختار و سوال برخی نمایندگان محافظه کار مجلس به دولت افزایش بیسابقی سابقه داشته است. چهره های شده جبهه پایداری و نیز محافظهکاران کاران رو دولت را متهم می کنند که در جریان توافق ژنو حقوق مردم را رایت نکرده است. آنها همچنین می گویند آقای خامنی از توافق ژنو ناراضی است. برخی از آنان همچون حمید رسایی نیز علیرغم انتقادهای مداوم به دیپلماسی دولت میگوید فعلا ممور به سکوت است. جی کارنی از وجود اختلافات عمده بین ایران و آمریکا بر سر موضوعات مختلف خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز جی کارنی در جمع خبرنگاران گفت آمریکا اختلافات زیادی با ایران دارد که پیگیر آنهاست و شدیدا به ایران فشار می وی افزود: اختلافات ما در موضوعات مختلف است چه در زمینه حمایت از تروریسم و حزب الله و چه در خصوص اجرای تحریم های موجود. جیکارنی همچنین درباره اعزام یک ناو ایرانی به اقیانوس اطلس به نزدیکی آبهای آمریکا گفت از طرف ایران چنین خبری اعلام نشده اعلام شده است اما ما شواهدی در این خصوص نداریم این مقام کاخ سفید همچنین با اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران نیز گفت در مسائل مختلفی با ایران اختلاف داریم کاتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا های مربوط به حقوق زنان و کودکان در لایحه قانون جزای افغانستان را گامی جدی به عقب خواند. کاتی نشتون در بیانیه‌ای که در این خصوص صادر کرد گفت در صورت امضای نهایی مصوبه پارلمان توسط حامد کرزایی و تبدیل شدن آن به قانون، پیگرد قانونی مرتکبان خشونت خانگی و کودک‌آزاری سخت‌تر خواهد شد. گروه های مدافع حقوق زنان و کودکان میگویند این لایحه موسوم به قانون اجراییات جزایی زنان را از خشونت های خانگی و ازدواج های اجباری محافظت می کند. دومین روز از دور جدید مذاکرات میان نمایندگان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه در حالی روز گذشته برگزار شد که اخزر ابراهیمی گفت هیچ پیشرفتی نکرده وی گفت به دو طرف پیشنهاد کرده که در مذاکرات صلح سوریه در ژنو باید دو موضوع مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت گذار را به موازات یکدیگر مورد بحث قرار دهند. قرار است این دور مذاکرات تا جمعه ادامه یابد. دولت سوریه میگوید باید درباره پایان دادن به آنچه که تروریسم میخواند مذاکره شود. اما مخالفان خواستار بحث در مورد تشکیل دولت گذار بدون حضور بشار اسد هستند. در همین حال فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت امروز نیز بیهوده تمام شد. لوی صافی سخنگوی هیئت نمایندگی دو ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه هم گفت هیچ پیشرفتی نداشتیم همچنین علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه هم در پایان دومین روز از دور دوم مذاکرات ضمن اشاره به پیشرفت ناچیز مذاکرات صلح سوریه گفت با ادامه وضعیت کنونی دستیابی به پیشرفت در مذاکرات امکان پذیر نیست برعکس من فکر می کنم مذاکرات ژنو تحت شرایط کنونی منجر به شکست خواهد شد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و فرانس با اولاند رئیس جمهور فرانسه بر موضع مشترک واشنگتن و پاریس در مورد برنامه هسته ای ایران تاکید کردند این دو رئیس جمهور همچنین گفتند که تحریم های موجود همچنان به قوت خود باقی هستند و ناقضان مجازات خواهند شد باراک اوباما در بخشی از سخنانش در پاسخ به خبرنگارانی که درباره سفر هیئت بزرگ تجاری فرانسه به ایران از وی پرسیده بودند گفت هر کسی تحریم های موجود را نقض کند و همچون تلی از آجر بر سرشان خراب خواهیم شد رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت مذاکرات هفته یا ای آینده ایران با گروه پنج به علاوه یک برای تهران فرصتی است که نشان دهد برنامه اتمیش صلح است در این رابطه گزارش رو ببینیم از همکارمان محمد رضا شاهید از پاریس آخرین مرحله از سفر سه روزه رسمی آقای فرانسوا اولان به امریکا رو به پایان است امروز ایشون به سان فرانسیسکو میره با تعداد زیادی از صاحبان صنعت تا در این زمینه هم فعالیت های فرانسه و امریکا به نقاط مثبت و بهتری برده بشود اما این سفر سفری بود رسمی 20 سال بود که رئیس جمهوری به طور رسمی به امریکا نرفته بود آخرین بار آقای شیراک البته فرق یک سفر رسمی و غیر رسمی چندان فقط در مرحله شلی که 21 گلوله توپ و یا یک شام رسمی نیست اصولا دو رئیس جمهور امریکا و فرانسه در طول سال بارها یکدیگر رو میبینن در ژ 20 در ژ 8 در مجمع عمومی سازمان ملل اما این نوع دیدارها میتواند امتیازات متفاوتی داشته باشد به دلیل زمان وقت به دلیل هیئت همراه از جمله رئیس اتاق اصناف که به اون هم خواهیم پرداخت اصولا فرانسه و امریکا در یک رابطه بسیار گرمی قرار دارن خاطرتون هست که همیشه این باور وجود داشت که دولت های راست با امریکا روابط خوبی دارن در جنگ اول عراق آقای میتران سوسیالیست چپ شرکت کرد در مرحله بعدی 2003 آقای شیراک راست به آقای بوش نگفت برحال امروز رابطه فرانسه و امریکا بعدی خوب است که چند تا از روزنامه‌نگارا از آقای اوباما پرسیدند که آیا فرانسه جانشین بریتانیا شده و ایشون پاسخ داد که من دو فرزند دختر دارم و از من نپرسید کدام یک رو بیشتر دوست دارم اما واقعیت این است که تحلیلگران هم مخالف نیستند فرانسه در بسیاری از صحنه کنار امریکا ایستاده و در خیلی از مسائل موافق و همفکرند مسائل بین‌المللی مسائل محیط مسئله انرژی هستهی ای مسئله تروریسم البته در سخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی جای هم موضوع به ایران برده شد مسئله سفر هیئت بلند پایه از شرکت های معتبر فرانسوی به ایران و در همان زمان آقای کری وزیر خارجه با آقای فابریوس در این موضوع صحبت های کرده بودند اما بار دیگر وقتی آقای اوباما به این مسئله اشاره کرد که صبر کنیم تا مسئله هسته ایران کاملا حل شه آقای اولان پاسخ داد که من تصمیم گیر و رئیس اتاق اصناف نیستم اگرچه رئیس اتاق اصناف آقای گتز هم به امریکا رفته همراه با آقای اولان حال این سفر هم برای رابطه ایران فرانسه امریکا و در سطح بین المللی نتایج مثبتی میتونه داشته باشه و حالا که از ایران هم صحبت شد باید گفته باشم که شب گذشته مانند بسیاری از پایتخت دولت های اروپایی و یا در جهان سفارتخانه ها مهمانی رو برای سالگرد تغییر حکومت در ایران برگزار کردند و امسال می شود گفت که دست کم در پاریس شاهد حضور اتومبیل سفرهای بسیاری از دول بودیم و این نشان می دهد که مسیر قضاوت دنیا نسبت به ایران و جمهوری اسلامی ایران در حال تغییر است. پاریس تلویزیون ایران فرد. رئیس جمهور اسبق ایران میگوید مردم باید به مشکلات دولت توجه داشته باشند چرا که این دولت با مسائل و مشکلات فراوانی روبروست به گزارش خبرگزاریهای های ایران محمد خاتمی گفت مردم باید توقعات خودشان را با توجه به حجم مشکلات و امکانات محدود دولت کم بکنند و توجه داشته باشید همه کارها در اختیار دولت نیست خاتمی در پایان هم به دولت حسن روحانی توصیه کرد از مسائل اساسی قفلت نکند به خصوص آنچه را با مردم در میان گذاشته و به خاطر آن رأی گرفته و تعهد کرده و از جمله اساسی ترین آنها حقوق اساسی مردم است که باید به با آن توجه کند دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ممانعت این کشور از برگزاری رزمایش های موشکی صحت ندارد پیشتر برخی نمایندگان مجلس نسبت به جلوگیری از رزمایش موشکی توسط این شورا به روحانی تذکر داده بودند در همین راستا روح الله حسینیان نماینده مجلس گفته دولت حسن روحانی به خواست آمریکا از سپاه پاسداران خواسته بود سفر یک هیئت نظامی به ایران را به تعویق بیندازد که این درخواست با مخالفت سپاه مواجه شد علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته مخالفت این شورا با رزمایش های موشکی صحت ندارد و شورای عالی امنیت ملی مخالف برگزاری رزمایش های موشکی نیست. به گزارش خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه آقای شمخانی گفته ما روز دوشنبه شاهد تست موشک بودیم بنابراین این صحبت ها بیمناس. به همچنین با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس گفت موضوع چیز دیگری بود و من نمایندگان مجلس را توجیه کردم. بیستم بهمن ماه امسال 23 نماینده مجلس در تذکر به حسن روحانی نوشتند برای اولین بار طی ده سال گذشته مجوز برگزاری رزمایش بزرگ سالیانه موشکی نیروهای مسلح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متوقف شده و دستورات لازم جهت تخصیص اعتبارات به منظور پشتیبانی طرحهای اضطراری نیروهای مسلح صادر نشده است همزمان 22 نماینده مجلس هم از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره علت عدم حمایت از پیشرفت دفاعی جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از سفر هیات کارشناسی کشورهای دیگر در جهت توسعه توان موشکی به ایران سوال کردند. در همین حال روح الله حسینیان نماینده تندروی مجلس هم گفته دولت حسن روحانی به خواست آمریکا از سپاه پاسداران خواسته بود سفر یک هیئت نظامی به ایران را به تعویق بیندازد که این درخواست با مخالفت این سازمان نظامی مواجه شد به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای حسینیان گفته سپاه نیز به حرفشان اعتنایی نکرده و از هیئت نظامی برای سفر به ایران دعوت کرده است این نماینده مجلس خطاب به مقامهای دولتی نیز گفته این چه برخوردی است که انجام میدهند مگر ما در دوران شاه هستیم که بگویند این افراد بیایند یا نیایند در سالهای اخیر سازمان ملل متحد از همکاری مشترک ایران و کره شمالی در زمینه ساخت و تولید موشک های قار پیما خبر داده بود دیپلمات های سازمان ملل میگویند دولت چین نقش واسطه را در این میان ایفا می کند این امکان وجود دارد که در مذاکرات آتی اتمی ایران کشورهای غربی با استناد به مفاد قطنامه های شورای امنیت که خواهان شفاف سازی در زمینه توسعه برنامه نگرانی آور موشکی جمهوری اسلامی هستند این موضوع را هم در دستور کار قرار دهند. غلام حسین محسنی اجهی دادستان کل کشور گفت تا وقتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توبه نکنند زحمات افراد برای رفع حصر آنها بی جهت خواهد بود و آنها هم میگویند ما توبه نمی کنیم به گزارش خبرگزاری فارس آقای ایجی گفته است توبه نکردن افتخار ندارد و هر کسی هم توفه نس... تو... توبه نصیبش نمی شود به گفته دادستان کشور کسانی که بی جهت خود را برای رفع حصر آنها به زحمت میاندازند و شایعه پراکنی و فضا سازی می کنند باز هم مردم را نشناختند و هیچ دستگاهی کاری انجام نخواهد داد. در همین رابطه حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی مؤتلفه هم استفاده حسن روحانی از اصلاح اصطلاح آشتی ملی را برازنده جمهوری اسلامی ندانسته و گفته آشتی ملی برای کشورهای درگیر و جنگ همچون سوری است. و افسوده اگر فتنگران میخواهند با ملت آشتی کنند ابتدا باید به کیفر اعمال سال 88 شان برسند و بعد با مردم آشتی کنند. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش پرداخت هزینه های درمان از جیب مردم در کشور گفت 7 درصد افراد جامعه به علت هزینه های فاجعه بار سلامت به زیر خط فقر می روند. به گزارش مهر دکتر محمد حاجی آقا در ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین با بیان اینکه امروز در بخش بهداشت و درمان کشور شاهد تحولات گسترده‌ای هستیم گفت نخواستین درخواست مردم از مسئولان این است که هزینه های درمانی قابل تحمل شود. قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه پرداخت از جیب مردم به حدود سی درصد برسد. اما در حال حاضر پرداخت از جیب مردم حدود ۷۰ درصد است. هادی نظرپور عضو هیئت مدیره انبوه سازان استان تهران میگوید سال آینده وضعیت بهتری برای بخش مسکن پیش بینی می شود چرا که روند ساخت و ساز به است که عرضه و تقاضا در حال برابر شدن است به, گز... به گفته عضو هیئت مدیره انبوه استان تهران با فعال شدن و رونق بازار مسکن سرمایه گذاران وارد این بازار می شوند و به قصد خرید و فروش بازار را فعالتر می کنند نظرپور معتقد است افزایش قیمت چندانی برابر بازار مسکن در سال آینده پیش بینی نمی شود و حتی ممکن است در شرایطی قیمت مسکن کاهش یابد سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام کرده است که در نشست شورای این انجمن فائزه هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس صفاییفر با اعلام این خبر افسود بدرسادات مفیدی از اعضای انجمن سنفی روزنامه نیز به عنوان نایب رئیس انتخاب شد. پیش از این محسن کدیبر رئیس و ماشالله شمسل سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بودند. همکنون فائزه هاشمی در حالی ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را بر دارد که وی سال 1390 به اتهام فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به 5 سال و شش ماه حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود. انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال 1377 ایجاد شد و سال 1380 از وزارت کشور مجوز گرفت. گزارشگران بدون مرز ردبندی جهانی آزادی رسانه ها در سال 2014 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در میان 180 کشور جهان رتبه 173 را کسب کرده و کشور سوریه نیز به عنوان خطرناکترین کشور برای روزنامه نگاران معرفی شده. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین گفته است که وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین گزارش خود کشورهای جهان را بر اساس آزادی رسانه ها رده بندی کرده است. بر این اساس در میان 180 کشور جهان فنلاند، هلند و نروژ در سطر جدول و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در قعر آن قرار گرفتند. رتبه جمهوری اسلامی ایران نیز 173 است. در این گزارش آمده است وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده و کنترل همه جانبه دولتی بر این عرصه حاکم است گزارشگران در بیانیه خود نوشته است در پایان سال 2013 میلادی ایران با 50 روزنامه و وبنگار زندانی یکی از پنج کشور دنیا بوده که زندان روزنامه محسوب می شود. این سازمان نوشت با وجود آزادی برخی زندانیان سیاسی و های حسن روحانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی بینتیجه نتیجه مانده است. فشار دستگاه امنیتی بر روزنامه نگاران رسانه های بین المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده های آنها در داخل کشور همچنان ادامه دارد. آذر ماه امسال نیز کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود با اعلام اینکه ترکیه بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است گفته بود ایران و چین در ردبندی این کمیته دوم و سوم و پس از ترکیه قرار دارند به نوشته کمیته دفاع از روزنامه نگاران، کشورهای ترکیه، ایران و چین تقریباً بیش از نیمی از روزنامه نگاران دربند جهان را در خود جای دادند. در ادامه گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است افغانستان رتبه 128 را دارد بر این اساس کشور تاجیکستان نیز در مقام 115 قرار گرفته است فنلاند هم به لحاظ رعایت آزادی مطبوعات برای چهارمین مرتبه رده اول این ارزیابی را کسب کرده و هلند و نروژ در های دوم و سوم قرار گرفتند ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در ردبندی گزارشگران بدون مرز سگانه جهنمی کشورهای دیکتاتوری را تشکیل می دهند. ردبندی گزارشگران بدون مرز نشان دهنده تنزلی بس جدی در وضعیت آزادی اطلاع رسانی در کشورهای متفاوتی چون آمریکا، آفریقای مرکزی و گواتمالا است. از سوی دیگر بهبود آشکاری در وضعیت اکوادور، بولیوی و آفریقای جنوبی به چشم می خورد. بندی آزادی رسانه ها در جهان در سال 2014 میلادی بر اساس هفت شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز صورت می گیرد. این شاخص ها عبارتند از سطح سرکوب و فشار، کسرتگرایی، استقلال، فضای عمومی و خودسانسوری، چارچوب های قانونی، شفافیت و توانمندی زیرساختها. ها. کارول بیلت وزیر خارجه سوئد که اخیرا به ایران سفر کرده بود، در توییت خود وضعیت وخیم اینترنت در رژیم ایران را توضیح داد. وزیر خارجه سوئد روز دوم سفر خود به ایران نوشت امروز صبح بالاخره توانستم VPN پی پیدا کنم و سطهای سایبری را بشکنم و وارد توییتر بشوم. این کاری است که مردم ایران هم انجامش میدهند. این توییت واکنش های فراوانی در شبکه های مجازی به دنبال داشت. یک کاربر نوشت برایم خوشایند نبود. که آقای بیلت به عنوان میهمان کشور کهن و با فرهنگمان این گونه پیغامی به جهان بفرستد و تحقیرمان کند. جمهوری اسلامی به لحاظ سرعت دانلود در مقایسه با سایر کشورها رتبه 170 را از میان 185 کشور به خود اختصاص داده است. منابع امنیتی مصری اعلام کردند که سه نیروی پلیس این کشور توسط افراد مسلح کشته شدند. به گزارش رویترز منابع امنیتی مصر گفتند افراد مسلح ناشناس یک خودرو را در روستای نزدیک به شهر اسماعیلیه متوقف کرده و سه نیروی پلیس را به گلوله بسته و کشتند این منابع افسودند افراد مسلح پس از آنکه سلاحهای نیروهای پلیس را از آن خود کردند از محل حادثه گریختند این در حالی است که روز گذشته نیز دو تن از نیروهای پلیس مصر در شهرهای اسماعیلیه و پورت سعید به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدند شبه نظامیان شورشی سودان جنوبی ضمن عقب از تهدید خود برای تحریم مذاکرات صلح با دولت این کشور اعلام آمادگی کردند. میانجیگران قول دادند تا فهرست درخواست های آنان را عملی کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان سودان جنوبی پیش از اینکه تهدید کرده بودند در صورتی که درخواست های آنها به طور کامل از سوی دولت اجرا نشود، دور جدید مذاکرات صلح با میانجیگری کشورهای شرق آفریقا را تحریم خواهند کرد. از آغاز درگیری های سودان جنوبی تا کنون حدود 800 هزار نفر آواره و بیش از ده هزار نفر کشته شدند. انفجار در سینمایی در پیشابر پاکستان دست کم 11 کشته و 25 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام های پلیس گزارش داده است که دو نارنجک دستی به داخل سالن سینما پرتاب و منفجر شد. مقام های محلی گفتند که بیش از 100 نفر در حال تماشای فیلمی بودند که این حمله تروریستی اتفاق افتاد. دو هفته پیش نیز حمله مشابهی به یک سینمای دیگر چهار کشته و بیش از سی زخمی بر جای گذاشته بود. مقام های چین و تایوان برای نخستین بار پس از جنگ داخلی سال 1949 میلادی با هدف کاهش تنش میان دو طرف با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش یورونیوز این دیدار که در شهر تاریخی نانجینگ چین صورت گرفت در فضای بیطرفانه و بدون پرچم های دو کشور بود. سفر هیئت 20 نفره تایوانی که در رأس آن وانگ چهار روز ادامه خواهد داشت. پس از جنگ داخلی سال 1949 میلادی که به پناهنده شدن دو میلیون نفر از طرفداران چیان کایشک رهبر ملی چی ملیگرای چین به تایوان منجر شد، پکن و تایپه هر یک ادعای حاکمیت بر تمام خاک چین را دارند. تنش میان دو طرف پس از انتخاب رئیس جمهوری چین در سال 2008 میلادی کاهش یافت. صنعت توریست به ویژه در دهه های اخیر بسیار مورد توجه کشورها قرار گرفته. کارشناسان معتقدند گردش مالی صنعت گردشگری در این سده از گردش مالی بخش صنعت هم فراتر خواهد رفت. ترکیه یکی از کشورهای منطقه است که در طی سالیان اخیر در این زمینه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشت. مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. امروز به یکی از مناطق توریستی شهر استانبول در ترکیه اومدم تا گزارش رو در زمینه توریست و موفقیت این کشور در جذب توریست تهیه بکنم. ترکیه از سال 2006 موفق شده خودش رو در بین ده کشور برتر جهان در زمینه جذب توریسم قرار بده سالانه حدود 30 تا 40 میلیون نفر از این کشور بازدید میکنن و بر همین اساس درآمد ارزی ترکیه از توریسم سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار هستش. ایرانی ایرانیان البته در این زمینه نقش عمده رو ایفا می کنن. رتبه چهارم گردشگران خارجی در ترکیه به ایرانیان تعلق داره سالانه حدود یک تا دو میلیون ایرانی از ترکیه بازدید می کنه و بر همین اساس رقمی نزدیک به دو میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه سود می رسونن. توریسم ده درصد از تولید ناخالص ملی کشورها رو در جهان به خودش اختصاص داده در سالهای اخیر به ویژه در آمد کل جهان از توریسم به رقمی بالغ بر 1100 میلیارد دلار در سال رسیده البته در این زمین خاور میانه هم بسیار موفق بوده حدودا 250 تا 300 میلیارد دلار سهم خاورمیانه میانه از توریسم بوده که متاسفانه ایران در این زمینه تقریبا در آمدش صفر بوده با تعجب پتانسیل بالای ایران در زمینه جذب گردشگر از جمله اینکه ایران در بین پنج کشور دارای آثار تاریخی قرار میگیره و همینطور جزو ده کشور دارای محیط زیست قرار میگیره ولی متاسفانه سهم ایران از درآمد توریسم جهانی تقریبا یک دهم درصد هستش بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران تقریبا توریست در ایران فراموش شد و به رکود رسید وضع قوانین حکومتی و مذهبی نبودن امکانات کافی برای بازگران خارجی یا حتی عدم امنیت اونها و بدتر از اون در این سالها ارائه چهره نامناسب از ایران همه و همه باعث شده تا ایران در این زمینه نتونه موفق باشه و عمده گردشگران خارجی که به منطقه میان کشور ترکیه یا امارات متحده رو ترجیح بدن استانبول تلویزیون ایران فردا نعیم عباسی برادر قاضی عباسی زندانی سیاسی که خبر اعدام وی در آذرماه سال جاری به خانوادهش ابلاغ گردید بازداد شد به گزارش وبسایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نعیم عباسی 25 ساله و برادر کوچک قاضی عباسی زندانی سیاسی عرب اعدام شده است قاضی عباسی در زندان کارون به سر می برد و روز دوشنبه دوازدهم مهر ماه به منطقه نامعلومی منتقل شد برادر دیگر قاضی عباسی به نام شهاب عباسی نیز همکنون در حال گذراندن محکومیت خود در تبعید زندان ارومی است. گفته می شود بازداشت نعیم عباسی برای ایجاد فشار بر خانواده عباسی صورت گرفته تا از گفتگو با رسانه ها و نهادهای حقوق بشری خودداری کنند. وبسایت های موافق دولت بدون ذکر نام فرزند محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور گفتند که وی به دفتر پدر رفته و مسئول حراست را هم مجروح کرده است. وبسایت تاپناک در خبری کلی در این خصوص نوشت آقازاده یکی از مقامات ارشد دولت که ید طولانی طولایی در کتککاری دارد سهشنبه گذشته با حضور در محل کار پدر به دلیل رد صلاحیت افراد پیشنهادیش به پدر توسط رئیس حراست مجموعه پدرش مسئول حراست را مجروح کرده است. این سایت نوشته گرچه حال عمومی رئیس حراست مساعد است اما قرار شده که وی این حادثه را پیگیری نکند توحید نوبخت پیش از این نیز در سال 1385 اقدام به هفت کشی در دانشگاه گیلان کرده بود حادثه تیراندازی وی دو شاکی داشت که هر دو از پیگیری شکایتشان منصرف شدند و معلی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واکنش‌ها به سخنان برخی آثار در سی و دومین جشنواری بین المللی فیلم فجر گفت ما در کشور سلایق متفاوتی داریم و باید این را بدانیم که نمیتوان کشور را با یک سلیقه اداره کرد و افسود در هیچ بخشی این مسئله امکانپذیر نیست در بخش کتاب، فیلم، موسیقی، اقتصاد و سیاست سلیقه های مختلفی وجود دارد و همه با ما باید همه سلیقه ها را بپذیریم و یکدیگر را تحمل کنیم وی همچنین در پایان جشنواره فجر گفت امیدواریم سینما ایران با خشونت و بیعدالتی مقابله کند و در سال آینده شاهد ساختار این نوع آثار باشیم مراسم اختتامی سی و دومین جشنواره المللی فیلم فج در حالی شب گذشته به پایان رسید که پخش زنده این مراسم توسط صدا و سیما چندین بار قطع شد و در عین حال این جشنواره خود نیز با هواشی گوناگونی از جمله حذف فیلم عصبانی نیستم از جشنواره فیلم بود پیش از این نیز حسین پاکدل از هنرمندان شناخته شده سینما و تئاتر در گفتگوی اعلام کرده بود که وی به عنوان مجری مراسم اختتامیه فیلم فج انتخاب شده بود که به علت قرار داشتن در فهرست سیاه صدا و سیما از برنامه کار کنار گذاشته شد مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شب گذشته با حواشی فراوان به پایان رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، مطابق آرای هیئت داوران، سیمرغ بلورین بهترین فیلم به آذر شهدخت، پرویز و دیگران به تهیه کنندگی بهروز افخمی و سید جمال ساداتیان رسید و همین فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را هم از آن خود کرد. همچنین جایزه بهترین کارگردانی به احمد رضا درویش برای فیلم رستاخی تعلق گرفت و فیلمهای سینمایی خط ویژه و شیار 143 به عنوان فیلمهای منتخب تماشاگران معرفی شدند. از سوی دیگر سیمورهای بهترین بازیگر نقش اول زن و مرد به ترتیب به مریلا زارعی برای فیلم شیار 143 و رضا اتاران برای فیلم طبقه حساس رسیدند و جوایز ویژه هیئت داوران را نرگس آبیار برای فیلم شیار 143 و حمید نعمت الله کارگردان برای فیلم آرایش قلیز به خود تعلق دادند. در بخش نگاه نو نخستین ساخته کارگردانان جمشید محمودی برای فیلم سینمایی چند متر مکعب عشق سیمرغ بهترین کارگردانی و برادرش نوید محمودی تهیه کننده این فیلم جایزه گرفتند جشنواره فیلم فجر امسال با هواشی زیادی همراه بود از جمله این هواشی کنار گذاشته شدن فیلم آشغالهای دوست داشتنی حسب جوایز فیلم عصبانی نیستم و فیلم قصه ها بود این فیلم ها در یک هفته گذشته با انتقاد و تهدید گروهی از محافظه‌کاران تندرو نمایندگان مجلس و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران مواجه شده بودند. موضوع فیلم عصبانی نیستم که مربوط به حوادث سال 88 است، باعث شده بود گروهی از نمایندگان مجلس به مسئولان وزارت ارشاد درباره این فیلم تذکر دهند. پیش از این نیز نشست خبری عوامل این فیلم در پی تهدید لباس شخصی‌ها لغو شده بود. بر همین زمینه سایت خبر آنلاین نوشته بود در دقایق پایانی مراسم اهدای جوایز برندگان مدیران جشنواره از رضا درمیشیان کارگردان من عصبانی نیستم خواسته بودند از صحنه رقابتها کنار برود که با مخالفت وی مواجه شدند این سایت افزوده بود در پی امتناع درمیشیان رضا داد دبیر جشنواره دستور حذف جوایز این فیلم را صادر کرده است خبر آنلاین دقایقی بعد از انتشار این خبر نوشت آقای درمیشیان با ارسال نمی از رقابت در جشنواره امسال انصراف داد جشنواره بین المللی فیلم فجر از سال 1361 تا کنون معمولا در اواسط بهمن ماه هر سال در تهران برگزار می شود. تا کنون 32 دوره از این جشنواره برگزار شده است. این جشنواره توسط بنیاد سینمایی فارابی وزیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. این جشنواره تا سال 1374 فقط به تولیدات سالانه سینمای ایران می پرداخت. از سال 74 جشنواره به صورت بین المللی برگزار می شود و علاوه بر سینمای ایران در بخش بین الملل به بررسی فیلم هایی از سینمای جهان نیز می پردازد. در بخش های رقابتی این جشنواره نیز شرکت کنندگان برای کسب جایزه مخصوص که سیمرغ بلوری نام دارد با هم رقابت می دیپلم افتخار و لوح زرین از دیگر جوایز این جشنواره است. طی سالیان اخیر مسابقه های سینمایی مستند و فیلم کوتاه نیز به بخش سینمای ایران اضافه شده است. جشنواره فیلم فجر امسال با انتقاد و اعتراض گروهی از مراجع تقلید قوم نیز مواجه شده بود که مقام های وزارت ارشاد به منظور دلجویی از این مراجع فیلم آشغال های دوست داشتنی را حذف کردند. سپاسگزاریم که با ما همراه بودین در این بخش خبری شب خوش رو براتون آرزو می‌کنم